سلام، من حامد سلیمانزاده با یکی دیگر از بخش‌های آموزشی برنامه فیلم کوتاه در خدمت شما هستم. مهمان این برنامه ما جناب آقای علیرضا امینی هستند از کارگردانان شناخته شده سینمای کشور. خیلی خوش آمدید به برنامه جناب امینی عزیز. به عنوان اولین سوال، شما جزء معدود کارگردانانی هستید در سینما ایران که فیلم‌هایی در گونه‌های مختلف تجربه کردید. فیلم‌های آرتیستیک دارید، فیلم‌های مینستریم و جریان اصلی دارید و فیلم‌هایی که بین این دو خط حرکت می‌کنند. به عنوان اولین سوال به من بگید که چطور بچه‌های فیلم کوتاه کشور میتونن شیوه های نوین کارگردانی رو هنگام ساخت فیلماشون تجربه کنن؟ بله، من قبل از هر چیزی که بخوام وارد این بحث بشم، مقوله توصیه به فیلمسازان اصلا من میگم به عنوان یک توصیه چیز خوبی نیست که اصلا بگم آقا این روش درسته و بلا غیر. درست. این چیزی که من میگم مربوط به تجربه شخصی خودمه، اینکه من بگم آقا این روش درسته و روش های دیگران غلطه، از اول بگم نه. این روشی که من رفتم جلو و یعنی تجربه شخصی خودم. من خودم چون از تئاتر شروع کردم و به عنوان بازیگر تئاتر و کارگردانی تئاتر شروع کردم و سینما رو به شکل کاملا تجربه، یعنی استادی نداشتم. رشته تحصیلیتون تئاتر؟ من بازیگری تئاتر، بازیگر کارگردانی تئاتر بوده. برای چون این روش خودم رفتم یاد گرفتم سینما رو، این بهونه‌ای بود که من انواع و اقسام فضا رو تجربه کنم. یعنی این دلیلش این بود که من بخوام حالا یک سینمای کلاسیک میزانسنای خاص، اولم از مونتاژ شروع کردم. یعنی اول من مونتاژ رو یاد گرفتم، بعد اومدم واسه کارگردانی. بهونه‌ای بود چون که من سینما رو کسی رو نداشتم، خودم شروع کنم کشف کردم. من سینمای کلاسیک تجربی بدون دیالوگ، با دیالوگ، اکشن، همه رو حداقل در مرحله اول مطالعه، بعد وارد تولید کردم که نزدیک 25-30 تا فیلم کوتاه رو همین کارو کردم. یعنی فیلم ساختم بدون دیالوگ، فیلم ساختم کاملا رو دست، فیلم ساختم دوربین مخفی کاملا اینجا، ازم بوده کودک کار کردم، مستند کار کردم. میگم اینا طوری بود که هم دست خودم رو پر میکرد، هم تجربه‌مو بیشتر میکرد، هم ژانرهای مختلف رو داشتم در از کنکاش میکردم اینم چی. و تو فیلم کوتاه این اجازه رو شما دارید که این اتفاقات بیفته و نهایتا وقتی که یک روزی اومدی تو سینمای بلند، حالا یا سریال اکشن بخوای بسازی یا فیلم آرتیستیک بخوای بسازی یا فیلم تجاری به مفهوم عام ترش، چون این رو قبلا تجربه کردی، این فضا راحت در اختیارت قرار میگیره. چون قبلا شما با فیلم کوتاه که کسی زیاد، شاید الان فیلم‌های کوتاه من شاید شما 2 تا یا 3 تاشو دیده باشید. بله. ولی من از اینکه 30 تا فیلم کوتاه کار کردم، همین اخیراً دوباره 4 تا کار کردم. یعنی خیلی کمک. یعنی همچنان که در سینمای حرفه‌ای هم من همین اخیراً 4 تا فیلم کوتاه کار کردم. بنابراین حس می‌کنم فیلم کوتاه این اجازه رو به شما میده که هی مثل بازیگرایی هستن که حرفه‌ای کردن، بعضی وقتا بله. تئاتر کار می‌کنن. یه رفت و آمد اینجوری داشته. بله، این فضا، این که بخوای علاوه ساختاری منظورمه که شما بخوای مثلا یک ساختار رو بگیری تا پایان عمرت همونو ادامه بدی، این هم هیچ ایرادی نداره. شما میشید به عنوان یک اپراتوری که بلدید این کار رو بکنید، نه فیلم ها مال خودتونه یه نه خودتون نگارش دارید، فقط فیلم ها در اختیار شما قرار داده میشه و شما هم میرید اپراتوری میکنید. حالا وقتی شما یه ژانر مثلا ملودرام اجتماعی در مدیوم تلویزیون کار بکنید، خب طبیعتاً تهیه کننده ها سرمایه‌دار میان سراغ شما چون این ساختار رو خوب بلدید. ولی وقتی همه ژانرها رو شما تجربه کرده باشید، طبیعتاً دستتون خیلی بازتره. یه سوال همینجا بپرسم، این رفت و آمد بین ژانرها باعث نمیشه یه وقت شما استایل یا سبکتون یا نگاه شخصی، حالا بخوام تک کلمه توضیح بدم، گم بشه در مسیر؟ تو سینما من این کارو نمیکنم. تو سینما یک خطی رو گرفتم و دارم طبق همون خط هم میرم جلو. چیزی که جهانبینی شخصی خودمه، طرح‌های سینماییمه، نگاه خودم توشونه. ولی تو تلویزیون و حتی فیلم‌های کوتاهی که الان کار میکنم یا سریالایی که بهم پیشنهاد میشه، این اتفاق نمیفته. اونجا صرفاً منم مثل عوام دیگه دعوت به همکاری میشه، یا فیلمنامه رو دوست دارم میبینم یک چیزی به من اضافه میشه تو کارگردانی یا نه،
اگه ببینم اضافه میشه هم از لحاظ مادی هم از لحاظ اینکه یک چیز تجربه جدیدتر باشه قطعا میپذیرم، ولی تو سینما امکان نداره. تو سینما راهی رو روشی رو میرم که بهش اعتقاد دارم، فیلمنامه‌ای رو کار میکنم که بهش اعتقاد دارم و ساختاری مناسب با محتوایی که تو فیلمنامه هست انتخاب میکنم. بسیار عالی. توی بخش اول صحبتتون اشاره کردید که با تدوین و مونتاژ شروع کردید. میخوام ببینم اون چقدر به کارگردانیتون کمک کرد به عنوان در واقع یه نگاه آموزشی به مسئله. ببین اصلا همون اوائل هم که میخونه اصلا میگونم تدوین یعنی کارگردانی دوم، یعنی اینا بچه ها باشه. بله بله. به نظر من همه کارگردان باید تدوین رو بدونه، حداقل شاید خودت نشینی پای دستگاه، ولی اصول تدوین رو باید بلد باشی که توشون سر فیلم برداری خیلی کمکت میکنه. این که مثلا من راش زیاد بگیرم دست تدوینگرم باز بشه یک چیز دموده است در حال حاضر که سیستم مونتاژ و زمان فیلم برداری به قدری فشرده و در اصل کل دنیا نه تنها ایران، یعنی اصلا با توجه به بودجه‌ای که در اختیار فیلم ها قرار داده میشه که من یه سکانس یه دقیقه ای رو چهار روز بگیرم، مثلا از پنج زاویه ده زاویه بگیرم ولی دو تا زاویهش به در خوره نه، ولی وقتی شما تدوین بلد باشید بر اساس ذهنیت خودتون لزومی نداره که 40 تا پلان از شما بگیرم 100 تا از خودم و دو تا استفاده بشه. اون موقع تازه نگاتیو بود و ما مجبور بودیم بله. محدود محدودیت بودید. ولی الان با توجه به دیجیتال همینطوری میگیرن بله. ولی این همین ضربه زده که آقا تو لزومی نداشته باشه که خودتون محدود کنی به دو تا زاویه، میگه آقا دیجیتال حالا 4 تا زاویه میگیری. این هم یه لطفه میزنه به اصول سینمایی شما، هم تمرکزتون رو میگیره هم یه خورده تنبل میکنه. برای وقتی من مونتاژ براشون واسه من فرق نمیکنه دوربین دیجیتال باشه یا نگاتیو، اندازه‌ای که لازم دارم رو میگیرم. بنابراین میگن امینی مثلا تو سر سینما سرعتش بالاست، نه من سرعتم بالا نیست، هم اگه اونا 12 ساعت کار میکنن من 7 ساعت کار میکنم، حالا آقای تبریزی با من کار کردن 6 ساعت 7 ساعت کار پلان اضافه نمیگیرم. ولی میدونید دقیقاً چی میدونم اندازه‌ای که قراره بگیرم از همین زاویه قراره سکانس پلان باشه، همین یه سکانس پلان، حالا یه بارم خوردشو بگیرم شاید در نیاد ندارم. یه نقل قولی هم از شهید سالس که در واقع اینطور روایت شده که گویا طبیعت بیجان رو بین 7 تا 10 روز فیلم برداری کرده، محدودیت نگاتیو هم داشتن بله، و اون یه زمان خاصی بوده و وقتی ازش صحبت میشه و میگن چرا تو این دامنه زمانی کار کردی، اشاره میکنه که من اگر چه 7 الی 10 روز کار کردم ولی 7 سال به این روزها فکر کردم. در واقع یه فکر منظم. بله مهم اینه که اصلا مقوله یه سوال ممکنه یه فیلمی اصلا یه فیلمی هست که همه فکر می‌کنن سکانس پلان اولین بار در ایران اومده، نه این یه فیلم ده. روسی است که توی موزه آرمیتاژ کار کردن، دو تا برداشته، فیلم سوخوروف دیگه بله دو تا برداشته، ولی خب 6 ماه بهش فکر کردن دو تا برداشت گرفتن با حداقل 5 6 هزار تا بازیگر. ولی وقتی میری میگی آقا من اتفاقا اینو زمانی که تو کن نمایش داشت منم تو کن بودم، خب تو نقد و بررسیش و مطالبی که میخوندم و نگاه کردم، حالا مقوله ساختار این بله. که من بیام یک تقلیدی کنم که آقا منم میخوام سکانس پلان بگیرم واسه تجربه تو فیلم کوتاه خوبه، این الان هم خیلی مود شده، یعنی خیلی سکانس پلان اصلا مهم نیست. سکانس چرا اون فیلم سکانس پلان شده با 5-6 هزار تا بازیگر بله. نه با 3-4 تا؟ یه زمانی است که شما کارگردانی به رخ بکشی، محتوا در میره، داستان در میره، بازی‌ها ضعیفه، یعنی عجب کاری کرده. وقتی میری میپرسی آقا چرا باید با 5-6 هزار تا بازیگر همون کار سوخوروف بله. یه پلان، خب پلان اگه خاطر نباشه از بیرون شروع میشه بله. وارد موزه وارد میشه. موزه میشه تاریخ روسیه رو از یک تاریخی ادامه میده و با همون پلان خارج میشه. وقتی دلیلش رو ازش میپرسی دلیلش اینه که آقا به این اصول اعتقاد داره که تاریخ روسیه هیچ انقطاع و قطعی وجود نداره توش، یعنی هیچ مکسی وجود نداره، بنا میاد سکانس پلان میگیره اینو که مثلا اگه هیچ انقدر دلیل یعنی کاملا فرم و محتوا بله. رو همسان این که من بیام مثلا بگم آقا منم میخوام یه سکانس بگیرم ممکنه هم هست بگیرم، ولی منطق اون محتوا باید در میاد. اینو که بچه ها خیلی توجه کنن که محتوا و ساختار رو یک ساختار انتخاب کنن، نه که محتوا به چرخه به ساختار یا ساختار به چرخه، یا من کارگردانیم برتر باشه کارگردانیمو به رخ بکشم.
خب من از این بحث استفاده کنم. یه سوالی که اکثر بچه‌ها خواستن که من بپرسم از شما اینه که در واقع کی مجازن که دکوپاژ و اصول اولیه و کلاسیک رو تخریب کنن و بگن حالا ما یه دکوپاژ شخصی داریم با تعاریف خودمون. ببین من اعتقاد دارم که واسه شروع شما باید مثل یه الفا میمونه. من باید الفا رو بشناسم، نوشتن رو یاد بگیرم، بعد حالا هرچی دلم میخواد بنویسم. اون در از وقتی میگن آقا مثلا اول شما سینمای کلاسیک رو بشناسید بعد حالا بیاد بشونید، من اینجوری تعریف کنم، من میگم شما الفا رو یاد بگیر، بلد باش بنویس، بلد باش بخون، حالا این میشه 10% کار. 90% دیگه حالا شما قراره چی بنویسی؟ آیا یک شعر میخوای بنویسی یا یک چیزای روزمرگی تو ببری جلو، یا میخوای مقاله بنویسی یا میخوای رمان بنویسی؟ اون چیزی که میگن سینما، من اعتقاد به این دارم که اون همون چیزای الفبای اولیه یه کاره. شما وقتی که اونو یاد بگیری، حالا من میخوام اینو شعر نو بگم، نمیدونم اصلا میخوام رمان بنویسم، میخوام مقاله بنویسم، میخوام نمایشنامه بنویسم، حروف الفبا رو اول یاد بگیریم، بعد هر چی دوست داری بنویس. این که چی میخوای بنویسی بعدش 90% به نظر من اونه. آقا چی حرفی میخوای بگی؟ چه جهانبینی رو تو میخوای؟ بعد اون چگونه گفتنه بعد حالا داشت. اینو حالا من میخوام اینو گرفتم، یاد گرفتم، یک جهانبینی، یک ایدئولوژی، یک دغدغه. آقا اصلا یک فیلم رو میخوام تفریح رو فقط صرفا واسه مرد، هر چیزی رو. حالا شما وقتی اونو مینویسید، حالا من میخوام اینو به چه شکلی بگیرم، دست شماست به عنوان کارگردان چجوری روایت کنم قصه‌مو که جذاب‌تر باشه، در این حال با محتوا و ذهنیت منم همراه باشه، نوعی داستانگوی جدید. بسیار عالی. به عنوان آخرین سوال، هر کارگردانی یا هر کس که در هر یک از رشته‌های هنری فعاله، یه شیوه‌ای شخصی داره، یه تمرین‌هایی داره قبل از اینکه به سر کار. مثلا اینطور روایت میشه که داستایوفسکی هر روز یادداشت‌های روزانه مینوشت برای خودش و این باعث میشد که همواره ارتباطش با قلمش حفظ شه و به اون رمان‌های تاریخی و در واقع ماندگار تبدیل بشه. من میخوام ببینم توی سینما، تو کارگردانی، شما چه تمرین‌هایی رو پیشنهاد میکنید یا خودتون چه کارهایی میکنید قبل از شروع پروژه؟ من روش فیلمسازی میگم، باز اینم شخصیه، نه این اولویت داره به فیلمسازی ولی نه اونا اولویت دارن به من. چیزی که شما باش راحتی، ببین من روش همینه، طرحمو دارم، فیلمنامه رو تو ذهنم دارم، ابتدا وسط انتهارم دارم، یک سری تصویر دارم، طرحمو می‌نویسم، با بازیگرام صحبتامو می‌کنم. روش بازیگریم فرق می‌کنه چون رشتم بازیگریه، با بیوگرافی کار می‌کنم و بیشترین فضایی هم که استفاده می‌کنم سر صحنه است. اعتقاد دارم، یعنی شخصا دوست دارم که سر صحنه هی روز به روز برم جلوتر، سکانس‌های جدیدتری اضافه کنم، ولی چارچوب و خط داستان رو دارم، میدونم ابتدا انتها وسط قراره چه اتفاقی، ولی ممکنه یهو 40 تا سکانس وسط سینماییم اضافه بشه در راستای خطی که دارم، که اگه مینشستم خونه مینوشتم شب به فکرم هم نمیرسید. بسیار عالی. یه سوال خیلی سختم بپرسم در این انتهای این گفتگو، اونم اینه که بهترین فیلمی که میتونید مثال بزنید از لحاظ کارگردانی چه فیلمیه؟ حالا ایرانی خارجی بودنش مهم نیست. این خیلی سوال خوبیه اتفاقا. ببین الان ما 4-5 نفر اینجا هستیم، شما هستید با بچه، از هر کدومون بپرسیم دو تا فیلم ببر، نام ببر، قطعا دو تا فیلم نام میبرن که نه مثلا منم شاید دوستش داشتم ولی فیوریت ممکن مشترک نباشه. بعد دلیل اینو من از بچه‌ها میخوام، مثلا وقتی میگی آقا تو چه فیلم دوست داری، مثلا میگه من فیلم دیوید لینچ رو، اون که من کاست، مطمئن باشید ویژگی در شما وجود داره که اون فیلمو دوست دارید. دقیقاً. به اون فیلم نزدیک بشید و از اون فیلم یاد بگیرید. من تنها چیزی که میتونم بگم، من سینمایی که دوست دارم فیلمای کاستاریکا بوده، آنجلوپولوس بوده و الانم میتونم بگم ایناریتوئه، مثلا جیم جارموشه. قطعاً یک ویژگی اون فیلما داشتن که من دوست داشتم و قطعاً شاید این 4 تا فیلمای شما نباشه، فیلمای دیگه ای باشه. مطمئناً این فیلم‌ها یه ویژگی داره، یک خصوصیتی داره که با فکر و ایده و روحیه من جور در میاد. من سینما هم نهایتاً به صورت ناخودآگاه به اون سمت میره.
شما ممکنه 4 تا فیلم دیگه نام ببرید، مطمئن باشید اون ویژگی ها رو من اعتقادم فیلمسازا باید به دنبال این باشه. چرا من این فیلمو دوست دارم؟ خب خیلی ممنون جناب آقای امینی عزیز برای شرکتتون در این گفتگو و ممنون از شما که ما رو تماشا کردید. برای تماشای گفتگوی کامل من با آقای امینی میتونید به سایت شبکه مستند مراجعه کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.